خانم دکتر رویا علیزاده داروساز و دکتر سهیلا همایون پناه متخصص پوست و مو در دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات خانم گلشن شاه میرزایی پاسخ بدن که مدعیه بابت درمان لک و جوشای صورتش به دکتر همایون پناه مراجعه کرده و نه تنها درمان نشده که دچار التهاب پوستی هم شده. دکتر همایون پناه این اتهامو نمیپذیره و مشکل متوجه داروساز یعنی دکتر علیزاده میکنه. قیام کنید. سلام جان. سلام. خوبم. بفرم. داخل بشم. خوبی خانم دکتر؟ سلام، بنده رو یادتونه؟ مگه میشه من شما رو یادم داره خانم دکتر؟ هستیم در خدمتتون. خواهش میکنم. خب خانم گلشن شاه میرزایی. بله آقای قاضی. شما شکایت کردی از خانم دکتر سهیلا همایون پناه؟ بله درسته. بابت اینکه ایشون کرمی رو برای شما تجویز کردن بابت رفع جوش صورتتون که به پوستتون آسیب زده و شما 20 میلیون تومان هزینه کردین. بله عکس همه مراحل ترمیم پوستم هست توی پرونده، میتونید ببینید. عرض میکردم بابت ترمیم پوستت. بله درسته. بعد این اتفاق بعد از استفاده از کرم برای شما افتاده دیگه. بله میبینید دیگه. آقای قاضی متاسفانه کردن این خانم به اصطلاح دکتر. اجازه بدین. متاسفانه ایشون به داروسازی که من بهشون توصیه کرده بودم مراجعه نکردن. من واقعا هیچ مسئولیتی در قبال بی توجهیشون ندارم. خانم دکتر اجازه میدین که روند دادگاه طی بشه؟ من حرفای ایشون رو گوش کنم. بعد به شما هم وقت میدم شما هم صحبت. خواهش میکنم بفرمایید. خوبه؟ بله. خیلی عالی. الان خواهر من شما مطالبت چیه؟ آقای قاضی ببینید من سلامتی و ظاهرم برام از هر چیز دیگه مهمتره. من مدام ورزش میکنم، میرم چکاپ پزشکی، حواسم به برنامه غذاییم هست. واقعا واسه سلامتی واسه ظاهرم هزینه میکنم. چند وقت پیش من دیدم روی پوست صورتم چند تا لک در اومده. نگران شدم، گفتم برم پیش یه خانم متخصص، البته به اصطلاح متخصص. ایشون کلا یه آمپول زدن بیشتر نیستن. ایشون منو معاینه کردن. ایشون منو معاینه کردن، پوست صورتمو دیدن. بعدم برام کرم دستساز تجویز کردن. منم کردم بعد بودم داروخونه تو برام درستش کنن. منم نسخه دادم به دارو خونه. بگید به کدوم داروخونه دیگه؟ داروخونه از یه خونه هم میخوام. داروخونه که مورد تایید من نبود آقای قاضی. ادامه بدید. خب بعد چه اتفاقی؟ بله بعد من کرم و از داروخونه رفتم تحویل گرفتم. از شب شروع کردم به استفاده. یه تو کام دو روز سه روز گذشت. دیدم پوست صورتم میسوزه. نگران شدم دوباره سری زنگ زدم مطب. گفتم خانم دکتر من پوست صورتم یکم میسوزه. اما ایشون گفتن اشکالی نداره. یکمش طبیعیه. شما مصرفو ادامه بده. منم ادامه دادم. آقا من کجا میدونستم آخه؟ بعد چند روز یه روز صبح تو آینه صورتم وحشتناک بود. تمام صورتم پر از دندونای قرمز. عکسشو دیدین دیگه خودتون. بعدم من رفتم عکسو برای خانم دکتر فرستادم. اما ایشون اصلا قبول نمی‌کردن، زیر بار نمی‌رفتن، میگفتن دارو درسته، حتما شما یه اشتباهی کردی توی مصرفش. بعد رفتم داروخونه، اونا میگفتن برو یه پزشک تو بگیر. آقای قاضی من الان باید چیکار کنم؟ شما پوست صورت منو ببینین، ببینین بشه وضعی در اومده آخه. یکم آروم‌تر صحبت بکنین. جعفر عکساشونو بذار روی مونیتور. پزشکخانه هم رفتین؟ بله رفتم. گزارش پزشکخانه اونجا هست دیگه. میتونید ببینید گزارشو. بله. آقای قاضی من آبروم رفته. من یه تولد دعوت بودم نتونستم برم. من نتونستم یه هفته است دو هفته است هیچ پستی گذاشتم نه هیچ استوری گذاشتم. تمام فالوورام نگران منن. من بعد چیکار میکردم؟ پا مادر خوبه بیرون نذاشتم این دو هفته. بسیار عالی. خب خانم دکتر سلام عرض میکنم اول خدمتون. ایشون به مطب من مراجعه کردن. صورتشون خیلی مشکل خاصی نداشت. یکم این لک و جوش روی گونه هاشون بود که من احتمال میدادم به خاطر مصرف یه سری مواد خوراکی باشه که در واقع به مرور زمان و اصلاح برنامه غذاییشون برطرف میشه. اما ایشون مدام اصرار داشتن که باید دارو مصرف کنن تا زودتر مشکلشون حل شه. من اصرار نکردم. من از شما یه سوال پرسیدم. من کامل راهی هست که من زودتر درمان شم. من کامل به شما توضیح دادم خانم. من فلان دارو رو استفاده کنم. نه آقای قاضی. اصلا هیچ توضیحی ندید. بعدا اجازه میدین؟ ببین عکس منو. آقای قاضی الان کی میتونه صحبت کنه؟ لطفا مشخص کنید. به خدا منم نمیدونم.
منم مستعصل شدم. آقای قاضی شما عکس منو ببینین. میخوام، شما نمیذاری. آقای قاضی من کامل بهشون توضیح دادم، گفتم لزومی نداره که دارو مصرف کنین، یه کمی اجازه بدین به بدنتون که ترمیم بشه، اما ایشون مدام اصرار داشت که برنامه دعوته و 3 هفته دیگه میخواد مهمونی بره، حتما باید دارو مصرف کنه. اصرار خودشون بود. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ من براشون یه کرم دستساز تجویز کردم که لایه برداره و در واقع پوست رو تحریک به سلول سازی میکنه که سرعت میده در واقع به ترمیم پوستشون. تجویز کردم و خانم شامیرزایی بفرمایید. نسخه رو براشون نوشتم و تاکید کردم که برن از داروخونه نزدیک مطب تهیه کنن. خیلی هم تاکید کردم روی این موضوع که حتما از همون داروخونه تهیه بشه. چرا؟ چه نونی بهم قرض میدن آقای قاضی؟ آقای قاضی بی توجهی از خودشون بوده، نون قرض دادنی در کار نیست. به هر حال داروخونه‌ای که مریضای من مدام بهشون مراجعه میکنن هم با نسخه‌ای که من مینویسم آشنایی دارن، هم با دستخط من. اگر یه زمانی مشکلی پیش بیاد با خود من تماس میگیرن. حالا من نمیدونم چرا این خانم اگر توی خوندن نسخه مشکل داشتن با خود من چرا تماس نگرفتن. البته من با دستخط ایشون مشکلی نداشتم، با تجویزشون مشکل داشتم که اونم با تماس حل نمیشه. من الان باید جواب ایشونو بدم. نه خواهش میکنم شما جواب ندید. حدوداً 1 هفته 10 روز بعد دیدم منشیم داره با یه نفر جر و بحث میکنه. ایشون با لحن خیلی بدی داشتن ناراحتیشون رو مطرح میکردن. آقای صورت منو نابود کرده. من باید چیکار ایشون... میکردم؟ بعد قرمه صدقی خانم رفتارشون رو که میبینید تشکر میکردم ازشون. من واقعاً در شأنم نیست که توضیح بدم رفتار ایشون چگونه بود. شما راجب فقط ایشون داشتن فحاشی میکردن. این همین الان خجالت آور واقعاً. ادامه بدین خانم. نسخه دادم بهشون و عرض کردم که تاکید کردم که از همون داروخونه تهیه کنن تا اینکه متوجه شدم از من شکایت کردن. نه ایشون چه برخوردی کرد؟ فحاشی کردن آقای قاضی. الان نصف برخوردی که الان دارید اینجا میبینید در واقع نصف چه عرض کنم 10 برابرش کنید. خانم شامیرزایی. بله آقای قاضی. شما آسیب دیدی، ناراحتی، منم درکت میکنم. نه آقای قاضی شما درک نمیکنی منو. شما چجوری منو درک میکنی؟ آقای قاضی من از شما یه سوال دارم. شما چند فالوور داری توی پیج اینستاگرامتون؟ 1000 خورده 1200. خب شما 1000 داری، معلومه که درک نمیکنی. من 2 میلیون فالوور دارم. الان این مدتی که نه پست گذاشتم نه استوری گذاشتم هیچ کاری نکردم. بیا دایرکت منو ببین. همه نگران شدن. من چجوری جواب اینا رو بدم؟ شما کارتون چیه؟ من طراح لباس هستم. 2 میلیون هم فالوور دارم. بله 2 میلیون فالوور دارم. خیلی خوب. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. من عذرخواهی میکنم. ببخشید. معذرت میخوام. ولی من میخوام بگم که الان شما به ایشون فحاشی کردی. میدونی که ایشون میتونه ازت شکایت بکنه؟ قطعا همین کارو خواهم کرد. من هست بدهکار شدم. من شاکی منم. به من آسیب وارد شده. خیلی خوب. بسیار خوب. خب. خانم دکتر خیلی از توضیحات شما ممنونم. شما بفرمایید بشینین. در خدمتیم. بله. بفرمایید. بله. خانم دکتر فقط من قبل از توضیحات شما به این اشاره بکنم شما دفعه سومه داری میای اینجاها؟ البته اون دوباره قبلی هم بنده مقصر قبلا نبودم. قبلا دوباره اتفاق افتاده. بعد این خانم خیلی راحت داره بر خودش کار میکنه. اصلا هم که براتون مهم نیست. من از این بعد قبلش از شما مجوز میگیرم بعد شما که مجوز داری چرا صورت مردم باشین این کارو میکنید؟ خانم شامیرزایی. خانم شامیرزایی. واقعا جای تاسفه که من داروساز دم به دقیقه بعد کشیده بشم تو این دادگاه. نمیدونم چه مشکلی وجود داره. چه مشکلی وجود داره؟ من خانم دکتر با شما مشکلی ندارم. مردم میان از شما شکایت میکنن. بله دوباره قبلی هم شاکیات رضایت دادن. یادت نیست؟ البته اونا رضایت دادن ولی فکر میکنم شما هنوز رضایت ندادید. بفرمایید. اگه اجازه بدید. من معذرت میخوام. واقعا جای تاسفه که من داروساز دم به دقیقه باید کشیده بشم اینجا. واقعا نمیدونم. نه توضیح بدین. قضیه رو توضیح بدین لطفا. عرض میکردم خدمتتون. ایشون مراجعه کردم به داروخانه بنده. بله ماشاءالله خب. حافظه خوبی هم دارین. خب دکتر من حافظم خب طبیعیه، حافظم که خوب هست. بله همه پرونده ها رو انقدر خوب تو ذهنتون نگه میدارین؟ نه خب طبیعیه وقتی توی 3 ماه یه نفر 3 بار وارد دادگاه میشه من فکر میکنم اسمش یادم بمونه دیگه. بله اجازه میدین الان من توضیح بدم یا باید پرونده های قبلی اول رزیدگی بکنیم؟ خب
بفرمایید خانم دکتر. بله. بفرمایید. عرض می‌کردم خدمتتون. ایشون مراجعه کردن به داروخانه بنده به همراه یه نسخه‌ای که نیاز به یه داروی دستساز داشت بود که لایه بردار بود در واقع برای درمان پوستیشون. که خواسته بودن که منو حتما ببینن و با من مشاوره بگیرن. شما درخواست دادین ایشونو ببینین؟ بله. خدا رو شکر اینو یادشونه. بنده رفتم خدمتشون ببینم چه کمکی میتونم بهشون بکنم. ایشون مثل این که یه مهمانی دعوت بودن که خیلی اصرار داشتن تا یه 3 هفته درمانشون انجام بشه. بنده هم همون ابتدا بهشون یه کرم لایه برداری که در واقع شرکتیه و برند معروفی هم هست تو بازار موجوده، اصلا ما خودمون وارد کنندش هستیم، پیشنهاد دادم بهشون از این استفاده بکنن که سرعت درمانشون افزایش پیدا کنه. خانم دکتر بفهم. خیلی ببخشید، خواهش میکنم. شما توصیه کردید از کرمای وارداتی خودتون استفاده بکنن. خانم دکتر همایون پناه هم توصیه کردن کرم رو از داروخونه نزدیک مطب خودشون تهیه بکنن. خب این نتیجه‌ش هم الان شده این تصویری که ما داریم اینجا می‌بینیم. چرا؟ خب میگم این به خاطر اینه که ما تایید کردیم این کرمو و نتیجه‌شو پس داده و متوجه شدیم که خب نتیجه بهتری میده، ولی متاسفانه ایشون قبول نکردن از اون کرم استفاده کنن. و یعنی اگه ایشون از اون کرم استفاده میکردن این اتفاق نمیافتاد؟ هم این اتفاق نمیافتاد و اینکه یه سوالی برای من به وجود اومده که اصلا ایشون وقتی که دیدن حساسیت داره پوستشون به این دارو چرا ادامه دادن درمان رو؟ ببخشید خانم، من با خانم دکتر مشورت کردم، گفتن ادامه. من نمیدونستم بعد از شما با شما مشورت کنم. ببخشید واقعا. ببخشید شما اون روز که اومدید پیش من نیم ساعت از من مشاوره رایگان گرفتید. بعد الان متوجه شدید که از من نباید. الان ما به هزینه مشاورم بدم. نه الان مثل من بده با شما اصلا شما. نمیشه صحبت کرد. ادامه بدم من به بحثم؟ با اجازه. چی من بگم نگم شما ادامه میدین؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله، خدمتتون عرض می‌کردم که ایشون قبول نکردن از اون کرم استفاده کنن و تأکید داشتن که حتما از دارویی که براشون تجویز شده استفاده بشه. خب. که همون موقع من بهشون گفتم متأسفانه بیمار عقلش به چشمشه. یه سری از این بچه‌هایی که از دانشگاه‌های متفرقه فارغ التحصیل میشن یه پدر پولدار دارن که اون بالا براشون مطب می‌زنه. آقای قاضی، من باید این اراجیف گوش بدم. بیمار فکر می‌کنه اون بالا چه خبره؟ خانم دکتر ایشون دیگه داره از حدش خارج میشه. راجب موضوع پرونده صحبت بکنین. شما چیکار داری؟ کجا درس میخونه؟ بله خب حقیقت تلخه دیگه. بنده فارغ التحصیل ایران هستم. عزیزم شما از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شدی؟ شما دقیقا فوز چی رو میدید؟ ادامه ندین این بحثو. ادامه ندین این بحثو. اصلا خارج از موضوع پرونده است خانم دکتر. کجا داری ما رو میبری؟ ببخشید قاضی، این که شما به پرونده‌های قبلی بنده جلوی این دو نفر اشاره میکنید مدام، این جزء قوانین دادگاهی که ایشون اینجوری با من صحبت بکنن؟ متوجهتون نمیشم دقیقا. بفرمایید خانم دکتر، بفرمایید. به هر حال ایشون به بنده گفتن که پزشکشون گفتن زیر 1 ماه امکان نداره این درمان انجام بشه و از من خواهش کردن که اگر امکان داره و من میتونم این پروسه درمان رو کوتاه بکنم که در عرض 3 هفته درمانشون انجام بشه. تنها دغدغه ایشون اون روز این بود که درمانشون زود انجام بشه که بتونم به اون مهمانی برسن. خانم شما چرا به من نگفتید چه عوارضی داره؟ من به شما نگفتم؟ نه نگفتی. اجازه بدیم من میرسم به اون مسئله هم. بنده به ایشون گفتم که امکانش هست که پروسه درمان رو کوتاه بکنیم. اگر پزشکشون گفته که نمیشه، حتما تجربه کمی داشته و نتونستن راه کاری ارائه بدن. چجوری شما واقعا اجازه میدین ایشون حرفا رو بزنن؟ دارن به من توهین میکنن. اجازه بدین. شما یه نگاهی به دستخط ایشون بندازین. 5% رو از 0.5% نمیتونین تمیز بدین. خب خانم دکتر شما وقتی اجازه بده من دارم صحبت میکنم. بله. شما وقتی دستخط دکتر رو نمیتونی بخونی نباید به دکتر زنگ بزنی ازش سوال بکنی؟ اگر نسخه ایشون رو به یه داروساز ممتدی بدین که اصلا فاجعه به بار میاد. من اصلا نیازی ندارم نسخه ایشون رو تماس بگیرم. تو همون نگاه اول متوجه شدم چه دارویی تجویز کردن. اصلا دارویی که ایشون تجویز کردن داروی خاصی نیست. یه داروی کاملا روتینه. بنده به درخواست این بیمار که خیلی عجله داشتن یکی از ترکیبات رو درصدش رو کمی افزایش دادم که پروسه درمانشون کاهش پیدا بکنه، که البته همون روز هم من کلی ازش سوال پرسیدم و کلی باهاشون صحبت کردم که پوستشون چه نوع پوستیه. ایشون کاملا با اطمینان گفتن پوست نرمالی دارن. چون تنها فکری که تو ذهنشون بود این که زودتر به درمان برسن. شاهد از غیب رسید. شما نسخه خانم دکتر همایون پناه رو حذف کردی، یه نسخه جدید ابداع کردی. خیر بنده این کارو نکردم. الان کشف شد. شما گوش میدین به بنده؟ اگه گوش بدید من خدمتتون عرض میکنم چه اتفاقی افتاده. بفرمایید.
بنده همون دارویی که ایشون تجویز کرده بودن رو فکر میکنم خیلی شفاف و واضح دارم صحبت میکنم. به درخواست بیمار یکی از ترکیباتش رو که اصلاً تغییری توی ساختار به وجود نمی آورد یکم درصدش رو افزایش دادم. مگه شما متخصصی خانم؟ میشه این خانم متخصص بیرون تشریف داشته باشن که بنده بتونم صحبت کنم؟ چون مدام میپرم بین صحبت بنده. خانم دکتر علیزاده بفرمایید، میذاری این یه لقمه نونی که ما داریم میخوریم حلال باشه؟ بذار من کارمو بکنم. بله شما ادامه صحبتتون رو بکنید. اجازه میدید به بنده؟ بفرمایید. بله عرض میکردم خدمتتون، اصلا رشته صحبتام از هم پاشید، من نمیدونم کجا بودم چی گفتم. اصلا شما داشتید راجع به این صحبت میکردید که شما داشتید میگفتین همین دارویی که این خانم دکتر تجویز کرده رو همین دارویی که ایشون تجویز کرده بودن رو عرض کردم خدمتتون به درخواست بیمار. این که از من خواستن ابتدای کار هم من بهشون گفتم که اگر بخوام درصد رو افزایش بدم امکان داره که حساسیت بدیم. ولی ایشون با اطمینان چرا حرف میزنید دهن آدم؟ من شاهد دارم تو داروخانه که شما اینو گفتید. کلا ایشون فکر میکنم حافظه شون هم از دست دادن به مصرف. ادامه بدین. ایشون گفتن که تمام دغدغه‌شون این بود که زودتر درمانشون انجام بشه. بنده هم بهشون گفتم که پوستتون چه نوع پوستیه؟ گفتن پوست نرمالیه. کاملا با اطمینان اینو گفتن. دقیقاً دارویی که ایشون تجویز کرده بودن رو یکی از ترکیباتش رو عرض کردم. چندمین بار دارم اینو بهتون خب میگم. خب شما نسخه رو عوض کردید؟ بله من کاملا آگاهانه این کارو کردم. نسخه رو عوض نکردم. یکم دوز دارو رو افزایش دادم. خدا پدرتو بیامرزه. به درخواست بیمار. سرخود که من این کارو نمی‌کنم آقای قاضی. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ اینکه ایشون یادشون رفته اون روز چقدر به من عز و التماس میکردن که به اون مهمانی برسن. حالا خیلی خوب خانم دکتر، خیلی خوب خانم دکتر، خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ ایشون هیچی دیگه. تا 9 روز بعد که ایشون با داد و هوار وارد داروخانه شدن، کاملا توهین‌آمیز و با ادبیات خیلی زشت و بی‌ادبانه. آره من دستگل می‌گرفتم و تشکر خدمت می‌رسیدم. ببخشید واقعا. نسبت به دارویی که مصرف کرده بودم معترض بودم. بعد شما چیکار کردین وقتی اومدن؟ بنده اول سعی کردم باشون منطقی صحبت کنم و بتونم راهنماییشون بکنم. ولی متأسفانه ایشون اصلاً گوش نمی‌دادن. در نهایت گفتم میتونید برید شکایت بکنید. خانم دکتر شما به هر کی میاد تو داروخونه‌ت میگی برو شکایت کن. ببخشید آقای قاضی، شما اینجا تشریف دارید که به همین امور رسیدگی بکنید دیگه. بنده که نمیتونم با همه این آدما دهن به دهن بشم. سعی میکنم از طریق قانونی مسائلم رو حل کنم. لا اله الا الله. خانم دکتر شما دارخونه خانم دکتر علیزاده رو میشناسین؟ نه خیر نمیشناسم. تقریبا تمام متخصصین این شهر داروخانه ما رو میشناسن. حداقل یک بار اسم این داروخونه به گوششون خورده. چون داروخانه بالغ بر 60 سال سابقه کار داره و نسل در نسل داریم این داروخانه رو میگردونیم. حالا اینکه ایشون تا حالا به گوششون نخورده و نمیشناسن، مهر مدرکشون داده خوش شده. آقای قاضی ایشون نگار مشکل شخصی با من دارن. شما که نمیتونی یه داروی ساده رو از روی نسخه بسازی، در مورد سابقه صحبت نکنی خیلی بهتره. بله شما کاملا درست میگین. خانم شامیرزایی شما چرا نسخه رو از همون داروخونه‌ای که خانم دکتر به توصیه کرده بود تهیه نکردی؟ رفتم اون داروخونه، گفتن چند ساعتی آماده شدن دارو زمان میبره. من باید رفتم خونه، به خاطر همین دادم داروخونه که نزدیک خونمون بود. آخه آقای قاضی مگه فرق میکنه داروخونه داروخونه است دیگه؟ خب فرق میکنه. کارشو درست انجام بدن. ببخشید آقای قاضی من اعتراض دارم. الان نتیجه شده این. خب به خاطر اینکه این خانم کارش درست انجام نداده. اجازه میدید من صحبت کنم؟ شما اینجا قانون اجرا میکنید یا قانون وضع میکنید؟ الان این قانونه که هر متخصصی که داروی تجویز میکنه باید اون داروخانه‌ای که خودش میگه بیمار بره دارو رو بده بسازن. من متوجه عرضه شما نمیشم. بسیار خب الان من به شما توضیح میدم. حرف همو نمیفهمی. من کاملا حرف شما رو متوجه میشم. فری از ابتدا تا الان که من فکر میکنم که اصلا شما به منده گوش نمیدید. الان من به شما توضیح میدم. بله. کاملا به شما توضیح میدم. بنده سر و پا گوشم. حتما. یکم تعامل بفرمایید. من که اول نمیدونستم 25 روز بعد واسه من یه قبضی اومد که کنترل خراب.
من چند بار به ایشون دوستانه گفتم که من پیرمردم، سن و سال دیگه ازم گذشته، شما باید درستش بکن. بعد مدام هم میگه کنترل خرابه، باید بیا درستش بکنم. یه چیزی توی مملکت ما وجود داره به نام قانون. من معذرت میخوام از شما، قانونه که سر خود ایشون مبلغ اجاره رو یه مقدارش کم بکنه، یعنی نصف ما پرداخت بکنه. ولی دارم اندازه یه خانواده 7-8 نفره پول آب میدم. قبض قبلی من 1/3 این مبلغ. با آجاقا هم که میگم هیچ اعتنایی نمیکنه. شکایت کرد البته دادگاه حقوقیه دیگه، طرح دعواست. شکایت نه، حرف قشنگ نیست. خب، خانم دکتر. ببین این برگه ای که الان اینجا جلوی منه نظر کمیسیون کارشناسی نظام پزشکیه. دکتر مسعودی که معرف حضورتون هستن. بله قطعاً، مگه میشه کسی ایشون رو نشناسه؟ خدا رو شکر، الحمدلله. من یه توضیح الان به شما بدم. ببین خواهر من، فرمول داروی تجویز شده از سمت داروساز داروخانه با فرمول داروی تجویز شده در نسخه پزشکی غیر همسانه، یعنی با هم متفاوته. توجه کردین؟ این عمل مصداق دخالت داروساز در امور مختص به طبابته. یعنی شما در امر طبابت دخالت کردی خانم دکتر. جمله کاملا فکر میکنم شفاف و گویا بود. کاملا شفافه، من قبل از اینکه بخونید اینو میدونستم. فکر میکنم شما گوش نمیدید کلا. از ابتدای عرضم چندین بار خدمتتون گفتم که بنده کاملا آگاهانه و به درخواست بیمار این کارو کردم. اینکه الان در بیمار بعد از اینکه این دارو رو مصرف کردن حافظه شون از بین رفته و خودشون یادشون نمیاد که این درخواست رو خودشون کردن، خب خیلی خوب خانم دکتر اجازه بده، ما اینجوری فکر میکنم نتیجه نمیرسیم. من محض اطلاع شما میگم، من که الان پرونده شما رو ارسال میکنم دادگاه انقلاب، اونجا رسیدگی بشه، یه نسخه از پرونده تونم میفرستم کمیسیون سازمان نظام پزشکی، اونجا هم از لحاظ صنفی به پرونده شما رسیدگی بشه. یعنی شما هم میخواین پرونده کس به منو باطل بکنید، هم تبابتم رو؟ از نظر من که قطعا باید این اتفاق بیفته، پرونده کس به شما باید باطل بشه، ولی من اینجا نمیخوام تصمیم گیری کنم. خب فقط محض اطلاع دلا میخوام بهت بگم کاری که شما کردی از 6 ماه تا 3 سال زندان داره. خب اینو محض اطلاع میگم. متوجه نشدم. 6 ماه تا 3 سال خانم دکتر. بنده 6 ماه تا 3 سال باید برم زندان به خاطر اینکه به درخواست بیمار احترام قطعاً این اتفاق باید بیفته. خب چون شما دو تا پرونده قبلی هم داری، من گزارش اون دو تا پرونده رام ارسال میکنم برای کمیسیون نظام پزشکی. شما که بیخیال اون دو تا پرونده نمیشین، چون شاکی ها خودشون کلا فراموش کردن ولی شما فراموش نمیکنید. نه من بیخیال اون دو تا پرونده نمیشم. بله من خب. خواستم در خدمتتون. دیه ایشونو باید بهش پرداخت بکنید. بله. هزینه ای هم که برای ترمیم پوستش کرده باید بهش پرداخت بکنید. اگه سوالی هست من در خدمتم. من یکم گیج شدم، معذرت میخوام. نه گیج نشید. این که الان بنده باید برم زندان. بله شما الان حکم قطعی صادر کردید؟ نه من حکم صادر میکنم، دادگاه انقلاب حکم صادر میکنه. آها بعد من میتونم من دارم شما رو راهنمایی میکنم وثیقه بذارم؟ نه برای زندان نمیتونی وثیقه بذاری، من فقط راهنماییتون میکنم. ممنونم واقعا خیلی از راهنماییاتون، از ابتدای صحبت تا الان استفاده کردم. خواهش میکنم. اگر شاکی رضایت بدن چطور؟ با خودشون صحبت کنیم. الان چه قیافه یه شما گرفتین؟ بفرمایید. متوجه نمیشم. انتظار ندارین که بیام به پاتون بیافتم بگم معذرت میخوام به درخواستتون احترام گذاشتم. خانم شما خودتون خواستین از من که دارو رو دوزش خانم من خواستم صورتم این بشه. کدوم آدم عاقلی میخواد صورتش اینجوری شه؟ خب شما وقتی که دیدین عوارض داده بنگه اومدین از بنده بپرسین. خانم دکتر باز الان اینجا داری مباحثه راه اندازی میکنی برای من. بنده مباحثه نمیکنم. اگه میخوای رضایت بگیری رضایت بگیر. این چیه الان دوباره داری درس اخلاق میدی؟ آقا قاضی من رضایت نمیدم. من با ایشون صحبت میکنم، میتونم خارج از دادگاه. من صحبتی با شما ندارم، ما اومدیم دادگاه که صحبت کنیم. خیلی خب بیرون از دادگاه برین راجع به رضایت گرفتن صحبت بکنید. خانم دکتر منت بذاریم، نسخه که شما داری می‌نویسی حساسه، فرمولاسیون نسخه مهمه، خود کمیسیون پزشکی اشاره به این موضوع کرده، یه ذره اینا رو خوشخط‌تر بنویسین، دردسر برای مردم ایجاد نشه. نگاه کردی عکس‌ها رو خودت؟ بله ولی خب اگر ایشون با من تماس می‌گرفتن واقعا
این تا اینجا پیش این مشکل پیش نمی اومد. من الان دارم سهمش رو الان من مشکل پیش برام خانم دکتر منو گوش کن. ما که به پرونده ایشون رسیدگی کردیم تموم شد رفت. من راجع به کار شما دارم صحبت میکنم. یه ذره خوشخط‌تر بنویسین. خواهش میکنم. بفرمایید. اجازه بدید من نه این دادرسی رو قبول دارم و نه حکمی که الان خوندین رو. قطعا من شکایت میکنم و نمیذارم این پرونده همینجوری بسته بشه. بفرمایید خواهش میکنم. بله. خانم دکتر کیفتون؟ میگم حافظه خیلی خوبی دارید. شک نکنید. حاج ابراهیم ترکمان از مستجرش آقای شمس شکایت کرده که سرخود و به یک باره تصمیم گرفته بخشی از اجاره 3 ماه آخر رو پرداخت نکنه و همین موضوع باعث ناراحتی حاج ابراهیم شد. امیر حسین شمس مستجر حاج ابراهیم ترکمان هم مدعی ماهاست که به دلیل خرابی کنتور آب مجبور بیشتر از میزان آب مصرفیش پول آب بده و به همین علت مبلغی از اجاره بها رو نپرداخته. قیام کنید. سلام جان. سلام. بفرمایید. سلام علیکم. کجا خدمت شما؟ آقای ترکمان درسته؟ ابراهیم ترکمان شما این؟ بنده هستم. اول که از در وارد شدم سلام عرض کردم خدمتت پسرم اما جوابی نگرفتم. حاج آقا خیلی معذرت میخوام. ببخشید. تو رو به خدا معذرت میخوام. خواهش میکنم. خیلی معذرت میخوام. ببخشید. خواهش میکنم. جواب سلام واجبه. جواب سلام بزرگتر واجبه در وارد. حق با شماست. شما درست میفرمایید. من اشتباه کردم. ببخشید. خواهش میکنم. معذرت میخوام. بفرمایید. با اجازه. خواهش میکنم. قدیما قاضی ها ریشی سفید کرده بودن. شما هزار ماشاءالله جوونی. این هم از ترفند روزگار جدیده. من هم ریشام داره کم کم سفید میشه آجا. نه حالا ماشاءالله خوشتیپ میشه. این سفیده به خوشتیپی میخوره. خیلی دوست دارم. نه باش والا به خدا سلامت باشه. چند سال به میخوره؟ 40 رد نکردی دیگه. خیلی خیلی دوست دارم آجا. سلامت. نظر لطف شماست. خب شکایتت چیه؟ شکایت که البته دادگاه حقوقیه دیگه. طرح دعواست. شکایت نه حرف قشنگی نیستش. چشم هرچی شما بگیم میگه. زنده باشه. سلام. خب خواستت چیه آجا؟ این امیر حسین خان بسیار پسر خوبیه. خب با خدا متدین با اخلاق. به خاطر که بخوام به شما ثابت به شما مشکل نداری اگه شما اجازه بفرمایید من یه ماچش بکنم تا شما ببینیم. نه 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 آجا توی دادگاه نه. هیچ مشکلی نداریم. خب مشکلتون بفرمایید چی آج آقا؟ میتونم من توضیح بدم؟ بگو. والا کنترمون خرابه. خب تنها اختلاف ما سر کنتر آبمونه. آب خونه. شما مستأجر آج آقا هم. چند وقته؟ والا 15 ماهه. خب کنتر از کی خرابه؟ از همون اول. یعنی من که اول نمیدونستم 25 روز بعد واسه من یه قبضی اومد که کنتر خرابه. خب بعد والا من با حاج آقام رفتم گفتم حاج آقا توی اجاره نامه ما نوشته که خونه آب و برق و گاز و تلفن داره. منتها ایشون اهمیت ندادن. اجازه هست؟ حاج حرفش منطقیه. حالا اجازه هست من عرض کنم خدمتتون؟ بگو بابا جان. من چند بار به ایشون دوستانه گفتم ها. دوستانه گفتم که شما جای پسر بنده میمونی. من پیرمردم. سن و سال دیگه ازم گذشته. شما برو درستش بکن. و واقعا بی‌اعتنایی نکردم و توانشو نداشتم. نه ببین آج آقا این فرمایش شما متینه اما دلیه. یه چیزی توی مملکت ما وجود داره به نام قانون. خب بله. توی ارتباط شما هم الان بحث قانون قانونه مجر و مستجر مطرحه. بذار بگم آج آقا معذرت میخوام از شما. قانونه که سر خودشون
مبلغ اجاره رو یه مقدارش کم بکن، یعنی نصف ما پرداخت بکنه. خب به اونم میپردازیم. الان من سراغ اونم میرم. نه ایشون هم این اجازه رو نداشته. حالا بهت میگم. توضیح میدم. ببین آقا طبق قانون مؤجر و مستأجر شما موظفی آب، برق، گاز، تلفن تامین بکنی برای مستأجرت. وقتی کنترل آبت خرابه شما باید بری تعمیر بکنی. ایشون که نباید بره تعمیر بکنه. بله درسته، اما خب این بزرگ و کوچیکی چی میشه اینجا؟ این قانون. حالا ما ازش خواهش کردیم. من نگفتم شما وظیفت انجام بدی. منم به عنوان خواهش گفتم بهشون. شما اجارت چقدر ماهیانه؟ 3,000,000 تومان. بعد من نصف ندادم حاج آقا، گفتن نصف پرداخت کردم. من نصف پرداخت نکردم. چقدر پرداخت کردی؟ 3,000,000 بوده که من 2,350,000 بشونم. یعنی 650 تومان کم کردم. بله. چند ماه؟ 3 ماه. اونم به خاطر این بوده که من قبض قبلیم 100,000 تومان آب می اومده، الان قبضم 750,000 تومان آب میاد. خب این که نمیتونی خود محورانه خود جوش برای خودت همینجوری مبلغ کم من بکنی. گفتم معیارت چی بوده برای این میگم این وقتی مامور آب میاد خونه رندوم یه عددی مینویسه، همین 750,000 تومان. بعد مدام هم میگه که کنترل خرابه باید بیاد درستش بکنید. من الان آبی که دارم مصرف میکنم میگه چقده، ولی دارم اندازه یه خانواده 7-8 نفره پول آب میدم. قبض قبلی من 1/3 این مبلغه. با حاج آقا هم که میگم هیچ اعتنایی نمیکنه. اما اینجوری هم که میگه ایشون نیستش ها. چطور؟ حالا یه رسمی هستش که میگم با یه لیوان آب میشه وضو بگیری. این بنده خدا با یه استخره آب باورت میشه وضوش کامل نمیشه؟ از کجا میدونی شما آقا؟ از اونجایی میدونم توی یه خونه با هم زندگی میکنی. بله توی یه خونه. من طبقه بالای ایشون. خب از شما از کجا میدونم که صدای شیر آبش هیچ موقع نمیفته. من بارها با ایشون کار داشتم، در خونهشون رفتم، زنگ زدم، میدونستم به این تو خونه هستا چون شیره باز بودش. ایشون متوجه نمیشد. دائم با آب چیکار میکنه؟ آجا با آجا با اجازه بده، اجازه بده. ما الان ناراحت اون نیستیم، خودش پول آبشو میدم، میخوام بگم اسرافه. خیلی خوب دیگه، من به شما بگم، ایشون اون خونه رو اجاره کرده. متوجه هستی؟ تمام اختیاره. میتونه ساعت 8 صبح بره حمام تا 12 شب. خب پول آبشو پرداخت میکنه. درسته؟ اما الان بحث اینجاست که خودش پرداخت میکنه. بله خودش. خب اما داره این پولی رو که به زور داره الان به اداره برق میده، اداره آب ببخشید ها، به اداره آب داره میده. خب بعد از اجاره من پیرمرد کس بذاره؟ حاج آقا کنترل شما خرابه. خب کنترل من خرابه میگه. به اجاره من چه ربطی داره؟ حاج آقا قانون داره میگه ایشون بره دنبالش، هر چقدر هزینه‌اش میشه بیاد هزینه رو. حالا فاکتور حرفش ما قبول داریم، واقعا پسر خوبیه. میگم من بازم اگه شما اجازه بدی من پشترش هم نماز میخونم. آج آقا من یه نکته بگم، یعنی بچه متدینیه. آخریا واسه ما یه اختیار پیگیری اومده که اگه نریم پیگیری بکنیم واسه کنترل ممکن اصلا اشتراک آب نه تنها من بلکه ساختمون و کل ساختمون و طبقه اولم که ایشون میشینه. آج آقا چرا خودت نمیری این کارو بکنی؟ والا قدیما به خدا اینجوری نبودش. ما تو خیابونی، کوچه‌ای، جایی یه بزرگتری پیرمردی رو می‌دیدیمش، یه بارش سنگینه، هم دستش رو می‌گرفتیم، هم بارش رو کمکش می‌کردیم. ما هم به این جوون همینو گفتیم. گفتم من توانش ندارم جای پدر شما. می‌خوای من فردا صبح برم کنترل آب خونه تو درست بکنم؟ شما خیلی لطف دارین. شما جدی الان میگم، اصلا این منباب تعارف نمیگم. من معذرت می‌خوام، من فکر می‌کنم که شما الان دارین منو چوب کاری می‌کنین اینجا. نه به خدا، واقعاً تایید دلم میگه. شما آقای قاضی یه آب خونه منو داره. یعنی این پسر جوون جای پسر بندستش نمیخواد مثلا یه کمکی من بکنه؟ چند تا پسر دارن؟ چرا پسرهای خودشون؟ چند تا بچه داری؟ چند تا؟ متاسفم میگید درست نمیکنن. میگم اجاره داده بگو خودش بره. موقع در زم باش آقا چند تا بچه داری؟ 3 تا پسر دارم. نمیرن درست کنن کنترل؟ نمیرن. همه پسرها به نظر شما خلف هن؟ ما ناخلف نداری؟ اون پیغمبر ما حضرت نوح پیغمبر اولوالامر بودش، پسرش ناخلف نشد. حالا من چیکار بکنم؟ بچه هم گرفتار زندگی هم بالاخره درگیرن دیگه. حالا این هم دیگه از شانس من. ببین بابای من، بزرگ من، آقای من، سلامت. قانون داره میگه شما موظفی بری کنترل آب خونه تو درست بکنی. کدوم قانون؟ ببخشید ها، کدوم قانون؟ قانون خدا پیغمبری؟ قانون مدنی. پس قانون خدا پیغمبری اینجا چی میشه؟ قانون خدا پیغمبری میگه من مخلصتم هستم. شما خیلی لطف دارید، من ممنونم از شما، اما من فقط میخوام بدونم قانون خدا پیغمبری اینجا چی میشه؟ یعنی تو این دادگاه قانون خدا پیغمبری نیست؟ شما کار چیه؟
من کارمندم. کارمند کجایی؟ کارمند جواد کشاورزی. خب حالا من اصلا خارج از بحث پرونده میخوام بگم. حرفت قبول دارم. بله. نمیتونی یه روز مرخصی بگیری؟ ببین الان که من اصلا یه ذره خدا شاهد من قابل باوره. جا خوردم اختار اومد در خونم. میخواستم خودم برم درستش کنم، بعد دیدم اختار اومده، رفتم به حاج آقا گفتم، گفت آره من شکایت کردم. 3 تا 650 تومن من ندید. ببین تو اجازه نداری. باز طبق همون قانون دارم باهات صحبت میکنم. بله. تو هیچ وقت اجازه نداری سرخود از مبلغ اجاره کم بکنی. بله. شما اگر مشکل داشتی با این کار حاج آقا باید میفتی طرح دعوا میکردی، رسیدگی هم میشد. بعدم آقای ترکمان تا اینجا اومدن سخت تره یا رفتن درست کردن کنترل ها؟ باورتون میشه؟ تو من همینو ازشون پرسیدم قبل دادگاه. من همینو میخوام خدمتتون عرض کنم. باورتون میشه من این پله ها اینجا رو با این اسباب به زور اومدم بالا. شما شغل چی آجا؟ من بازنشستم. بازنشسته کجایی؟ من آموزش پرورش معلم قرآن بودم. من یه خواهش ازت بکنم؟ بفرم. نه نمیگی به من؟ چیکار کنیم دیگه؟ بفرم. برادر این؟ برادر با برادر این کارو نمی کنیم. آقا مجید از آلزایمر مادر سوء استفاده کرده و زمین رو به اسم خودشه. این چه حرفیه هی داری میزنی؟ همش سوء استفاده کرده، سوء استفاده کرده. مادر کی فوت کردن؟ مادر؟ اینم از توجه شما به مادرها، تاریخ فوتش هم یادت نیست. شما از مادر نگهداری می‌کردید؟ بله آقای قاضی. ولی اینم از زرنگیش باز داره حرف خودش می‌زنه. حقیقته. آبرو مادر تو به خاطر یه تیکه زمین داری می‌بری همه جا. چرا من آبرو مادر رو می‌برم؟ تمومش کن دیگه. تو همیشه تو بچگی زرنگ بازی درآوردی واسه. من زرنگ بازی درآوردم. آره تو زرنگ بازی درآوردی. موقع این بی‌ادبیشو اگه می‌ذاشتم با دو تا تو دهنی درست می‌کردم، اصلا اینجوری نمی‌شد. شما بازم تکرار می‌کنم آقا آقا. طبق قانون موظفی خودت بری کنترل آب خونه‌تو درست بکنی، یا اگر خودت نمیتونی یه وکیل بگیر بده این کارو برات انجام بده. این به عهده شماست حاج‌ها، بحثی راجبش نداریم. اما من میخوام از تو خواهش کنم اگر برات امکان داره این کارو انجام بده. میگم من همون قبلش هم جا خوردم، اختلال رو دیدم، میخواستم برم درستش بکنم، ولی چشم حتما میرم درست میکنم دیگه. حالا حرف میمونه. ببین من به هر دوتون توصیه میکنم. چی بود آج آقا؟ موبایلت بود؟ اذان بودش. آها سر هانکوک کردی سر اذان؟ زنگ میزنه؟ آج آقا جانم، من اینو خدمت هر دوتون عرض کنم. میفرمایید. توی قانون موجر و مستأجر راجع به همه این قضایا کامل توضیح داده شده. بله درست. خب هم شما اجازه نداری سر خود اجاره رو کم بکنی. بله. هم شما موظفی بری کنترل آب خونه تو تعمیر بکنی. کنترل برقت خراب شه شما باید تعمیر بکنی آج آقا. وظیفه مستأجرت نیست. من کنترل رو روز اول بهشون سالم تحویل دادم. فکر میکنم باید هم روز آخر سالم تحویل بگیرم. نه آج آقا اینجوری نیست. بذار بابا جان من به شما توضیح بدم. ببین شما وقتی خونه داری یعنی یک سرمایه‌ای داری. این سرمایه توی این خونه یه سری مسائل اساسی هست، مثل برق، مثل آب، مثل تلفن. خب هر کدوم اینا دوچار مشکل بشه، چه از روز اول چه تا روز آخر، مسئولیت تعمیر اینا بابا جان با شماست. این بعد این توی قوانین موجر و مستأجر هم موجوده. بله. میتونید برید مطالعه بکنید، هم شما هم آج آقا. الان متوجه شدین آج آقا؟ من متوجه فرمایش شما هستم، اما من بازم فکر میکنم اینجوری نیست آج آقا. پس یه کاری بکنید. چیزی ده که آدم سالم تحویل میده و سالم هم تحویلش بگیره. نه نه نه، اون زمانی که دست ایشونه، یعنی ایشون صابخونه است، اون زمانه. حالا یه سال، دو سال، سه سال، هر چقدر که ایشون تو اون خونه نشسته تصرف ایشونه، ایشون صابخونه است. شما آج آقا جان من قاضی رو قبول داری؟ شما که چشم ماجا داری؟ خدا پدرتو بیامرزه. طبق قانون شما هر زمان هر لحظه که کنترل آب خونه یا برق خونه خراب بشه مسئولیت تعمیرش با شماست. البته من که روشن شدم
من روشن شدم. خب. اما بازم میگم خدمتتون دیگه، قانون همونیه که شما میگی، اصلش اخلاق است. منم میگم اصلش اخلاق است. اصلش هم اخلاق شما میگه. خیلی خوب. ببین روی منو زمین ننداز. برو کنترلو درست کن. والا من گفتم اصلا جا خوردم همون موقعم که احضاری اومد. میخواستم برم خودم قبلش درست بکنم. ولی حالا ولی آدم چشم یه ذره آبم کمتر مصرف کن دیگه. آخه آب مصرف نمی‌کنه. اگه کنترل درست بود که معلوم می‌شد کی چقدر آب مصرف می‌کنه، کی چقدر آب مصرف نمی‌کنه. خب آخه حاجی میگه صبح میری تو همون بعد از ظهر میری. ولی چشم، حرف حاجی رو سر من جاست. چشم. حالا ما خوشبختانه جفتمونم تکیم. یعنی یه نفری اینقدر پول قبض میاد. منم مثل ایشون، خانومم عمر شده به شما. خدا رحمت کنه. سلام. خدا رحمتشون کنه. زنده باشی. خدا هم با شما رو میاد. خیلی خوب. بفرمایید دیگه. میتونی بری؟ آره. خیلی لطف کردید. من براتون گزارش اصلاحی می‌نویسم. خیلی لطف کردید. بفرمایید. دست شما خواهش می‌کنم. دستتون درد نکنه. خدا عاقبت این پسرم به خیر کنه. دستش درد نکنه. موهای زرد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تخصص رو میشه کسب کرد، میشه آموخت، میشه در ازای صرف وقت و هزینه و پشتکار و تلاش به تخصص در کاری دست پیدا کرد. اما تعهد رو باید پیدا کرد. تعهد کسب کردنی نیست، کشف کردنیه. مثل معدن طلا باید اونو در وجود آدم ها جستجو کرد. گاهی زیر خروارها سنگ سفت و سخت به رگه ای از طلا میرسی، گاهی هم طلا رو تو آب زلال رود پیدا میکنی. در هر حال من فکر میکنم جستنی ها رو باید جست. دیگه تصمیم با جوینده، یعنی خود شماست.